با سلام و آرزوی سلامتی شما، خوش آمدید به برنامه کوتاه قلفی. آرزوی عزیزی دارم که به دور از کرونا، به دور از شر کرونا، آفت کرونا، در حفظ و امان پروردگار باشین در هر کجایی که به سر میبرین، و آرزو میکنم که بیماران مبتلا به ویروس کرونا در هر کجایی که هستن انشاءالله زودتر شفایاب شوند. دوستان، در برنامه امروز هم مهمان بسیار عزیز دارم، یک جوان موفق بانوی مستعد که در کشور فنلند در تلویزیون ملی فنلند گوینده هستند. پیش از اینکه صحبت ها را آغاز کنیم، بیاییم ببینیم که چه کارا می کنند. Myös tähän keskusteluun liittyen. Ja kaikki yleisössä voi myös jakaa omia ajatuksia tästä haastattelusta Twitterissä hashtagillä pointti2019 ja hashtag nuoret kysyy. زهرا جان سلام، خوش آمدین به برنامه من. سلام علیکم مصطفی جان و یک سلام گرم و پر از محبت برای تمام هموطنان خود عرض میکنم و امیدوار هستم که در این روزای سخت جور و سلامت و صحتمند باشن. سلامت باشین. زهرا جان، چند مدت میشه که در فنلند زندگی میکنین؟ چقدر وقت میشه؟ مصطفی جان، من یک ساله بودم وقتی که آمدم فنلند، و به خاطر میخوام در اوایل برنامه یادآور شوم که شاید فارسی من اونقدر خوب نباشه، شاید بعضی کلمات درست تلفظ کرده نتونم، بعضی خاطر شما به بزرگواریتان مرا ببخشین. و 16 سال میشه که در فنلند هستم، خود مبدا هستم، چند ماه بعد 18 میشم. بخیر زهرا جان، چند مدت میشه که همکاری را آغاز کردی با تلویزیون ملی فنلند؟ مصطفی جان، من یعنی چند سال است که به زبان فنلندی بسیار کار کردم در تلویزیون ملی فنلند به نام اوله، و در دیگه مثلا برنامه ها زیاد بودم، اما حالا به خاطر ویروس کرونا خواستن که به زبان فارسی هم بیایم گویندگی کنم، و حالا تقریبا 2 ماه میشه که گویندگی میکنم به زبان فارسی درباره ویروس کرونا. نام تلویزیون چی گفتین؟ اوله ایس رادیو. تو همونطور نازک نازدانه است، اوله همونطور. چی مونم؟ اولیس رادیو یعنی رادیوی مثلا امی بالتا کونالینن که با فارسی میشه جهانی فنلند. درست منیشه نمیفهم با فارسی چرا خواهم مثلا رادیوی فنلند جهانی فنلند. درست بسیار خوب. و زبان فنلندی چی هسته؟ روسیست؟ نه، زبان فنلندی ما از خود فنلندی زبان داریم، زبان فنلندی است. زهرا جان، با هموطنهای خود ما که در فنلند زندگی میکنن، شما را حتما در تلویزیون میبینن، چطور برخورد میکنن؟ این تلویزیون را میبینن مردم با اونجا؟ بله، بسیار مردم از افغانهای ما و ایرانیهای ما میبینن، و بسیاری از مردم بسیار مثلا افتخار میکنن به خاطر که ما میگن که تو چطور خوب فارسی را مثلا گپ زدن میتونی، و او هم پیش کامره که مثلا چند برابر آدم هیجان‌تر میشه.
و افتخار میکنم که گرچند یک ساله بودم و در فنلند درس فارسی نخواندم، با کمک پدرجانم فارسی را در خانه یاد گرفتم خواندن و نوشتن. بعضی خاطر افتخار میکنم که من مثلا همچون جرأت دارم و پیش کامره برم به زبان فارسی هم مثلا خبر بگویم. بسیار نیک است. فعلا شما با کجا هستین؟ فعلا مصطفی جان من در دفتر هستم، بیشتر یک سبت داشتم حالا رخصت شدم، اما باز گفتم همینجا سبت کنم همین برنامه مقبول شما را هم. حالا شما بتونین اینجا رکعت کنین جایی بگردین یا فقط همینجا اجازه؟ بله میتونم شما بدم. اینجا پیش ما هست ببینم استودیوی ما ورسته یا این استودیوی شما هست؟ استودیو اینجا است، میتونه در اینجا سلام کنه، اینجا دارن یک برنامه دیگه. بله الهیا سلام چی موی در اینجا موی آه چه خیلی مقبول یای ما را نال خوب است. یک استودیو ما خمیج است فیران کمشته. بله اینجا این مثلا استودیو یکم ریزه تر است بخاطر که بازده زبان فلندی اصل کست بازده استودیو کلان تر باز ثبت میکنن. خب آلیس خب یک افتخار است یک هموطن ما در تلویزیون ملی کشور دیگه گوینده باشد. بسیار خوب است و افتخار میکنیم با شما زهرا جان. زنده باشین. تشکر. من هم بر شما که یکی از بهترین نطقای افغانستان هستن. تشکر بسیار زیاد زهرا جان. لطف میکنین برای همه تنانتان که در فنلند هستن و در افغانستان کلو پیام مشخصی از ویروس کرونا که شما تلویزیون میگین کوتاه اگر بر ما بگین خوش میشیم. مصطفی جان تشکر از شما همچنان. من میخوام برای مردم خود بگویم که گرچه ناله ماه مبارک رمضان هم هست، مردم روزه هم داره، وضعیت کرونا هم بسیار مردم به استرس میندازه، اما بازم میخوایم بگویم که زیاد استرس نکنن، با خانواده باشین، جنگ نکنن در خانه، گرچند روزه هم هست، روزه بسیار گرم هم هست در افغانستان و این وضعیت کرونا، باید همه ما با هم باشیم و به فکر نیازمندان هم باشیم که متاسفانه میفهم در افغانستان مثلا فقیر هم زیاد هست که پیسه زیاد ندارن، به اونا باید هم فکر کنیم و کسایی که مثلا این طرف هستن پیسه روان کنن و کسایی که در افغانستان هستن کم هم کمک کنن، نیازمند داره. سلامت باشین. تشکر از احساس شما. تشکر زهرا جان. با امید موفقیت شما و امید زیاد برنامه خوب داشته باشین. در اوله تشکر بسیار زیاد مصطفی جان. یک جهان سر تشکر که مهمان ما بودین. دوستا دوباره برمیگردیم، برنامه کوتاه قلفی ادامه دارم، ببینید که مهمان بعدی ما کی خواهد باشه. منتظر باشین. عزیزان دوباره خوش آمدین. برنامه کوتاه قلفی است و حال در این بخش یک آوازخوان جوان و مستعد با خود دارم، کسی که در نخستین فصل برنامه آواز افغانستان که از طول پخش می شد اشتراک کرده بود و به دور نهایی رسیده بود. احسان جان دارا. سلام خدمت شما مصطفی جان نازنین و خدمت تمام هموطنان عزیز ما چی در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی میکنن. امیدوار هستم صحتمند و سرحال باشن و روزگار کروناییشان به خوبی و عافیت بگذره. احسان جان با کجا زندگی میکنین؟ من مدت 5 سال میشه که در کشور ترکیه زندگی میکنم. بسیار خوب. احسان جان بعد از اینکه از برنامه آواز افغانستان مثلا فارغ شدین، تمام شد برنامه، شما فعالیت موسیقی تان ادامه دادین یا فراموش کردین؟ نه خیر مصطفی جان، بعد از ختم برنامه من فعالیت های موسیقی ما طبعا داشتم ولی پشت پرده، البته پنهانی،
دمی مدت 5 سال الی 6 سال در نشرات کمتر ظاهر شدیم، ولی آهنگای ساختیم، کمپوزای روی کار دارم بخیر که انشالله به زودی به نشرات پخش میکنم. دیگه در مدت 5 سال مصروف هنر موسیقی بودیم. بله، اولی که چطور حوصله کرده نقدر وقت، چون امیدیم کسایی را کمی شب خواب میبینن صبح میرن تو داوستخان. بله بله راست میگه. دومی که در ترکیه اول خوب موسیقی ترکیه را من بسیار دوست دارم، بسیار بله. موسیقی با احساس، موسیقی فوق‌العاده عالی. بله بله یقین. چطور اشتراک نکردین در ایگان کورسا، در ایگان برنامه هایی که اونجا می باشه از طریق ترکیه، اگر مثلا در برنامه های موسیقیشان شرکت می کردین؟ مصطفی جان، در این 5 سال من بر شما بگویم که ما دیدم، چون بسیاری کسا را که گفته شما شب خواب میکنن و صبح میخیزن یک کلپ میکشن، ولی من نخواستم که به می شکل پیش برم. به اصطلاح ما و شما میگن دیر آید درست آید. ما میخواهیم که اگر چندین سال هم بالا یک آهنگ کار کنم، اما آهنگ حداقل چند سال بعد از ما عمر کنم، یک آهنگ فنا ناپذیر باشه. و پلان دارم بخیر که در پروگرام آواز ترکیه اشتراک کنم. چون در اینجا یک جریان هست که در پروگرام آواز ترکیه از هر ملیت میتونن که اشتراک کنن. دیگه یک گپ خوب است. ما تصمیم دارم که بخیر یک ارتباط خوب با نشرات ترکیه همچنان داشته باشم. بزودی بخیر. بسیار عالی، بسیار عالی. احسان جان، اگر یک آهنگ آلا بشنیم، آرمونیا ما آماده است بخیر، فکر کنم تانپورا ما آماده است. تانپورا میگن امروز یا تانپورا میگن؟ تانپورا مصطفی جان. بله آماده است. من میگم تانپورا از دوستاش هلست که نه تانپورا است. اگر بخوانیم بر ما کمه حتما. چرا نه، من یکی از آهنگای مرحوم احمد زایر می خوانم براتان. یک اندازه یک ریتمیک است که دوستا خسته نشن و همی برنامه کوتاه قلفی برشان خوش بگذره. احسان جان بسیار مقبول بود، بسیار عالی خواندی. ما تشکر، سلامت باشین. با برنامه موسیقی است و بله. یک شنونده خوب هستم، یک شنونده خوب هستم. بله طبعا بسیار راحت میتونم میال بگم کمی آهنگ از صدای خود خواندی. تشکر، سلامت باشین مصطفی جان. من باید در این قسمت برتان بگم که کسایی که صدای خود هم میخواین بسازن، خصوصا میخواین تقلید احمد زاهر جان کنن، این اصلا امکان ناپذیر است. بله. اصلا امکان نداره، چون احمد زاهر یک تا بود دیگه. بهتر از هر کی که میخواین هنرمند شوه، به نظر خودم البته بهتر است که با آواز خود بخونه. احسان جان یک وقت بگیریم، زود برمیگردیم، باز یک پارچه دیگه از شما میشنویم. خوب است؟ درست است مصطفی جان، درست است. اجزا زود میریم و زود برمیگردیم. جای نره خودم یه دامه داره. خوش آمدین عزیزا، برنامه کوتاه‌قلپی است. عزیزای کوتاه‌قلپی هستیم، در خانه هایتان هستیم، بر شما هستی برنامه.
و تشکر میکنم که مرا همراهی میکنین و حمایت میکنین از برنامه. من تلاش میکنم که برنامه جالبتر و بهتر باشه تا شما دق نیاره. احسان جان داراب مهمان ما است، جوان آوازخوان که زیبا میخوانه و یکی از اشتراک کننده های آواز افغانستان برنامه های تلویزیون طلب. احسان جان جان مصطفی جان، خب پلانایی که برای موسیقی دارین و کارهایی که تصمیم دارین به خیلی بزودی انجام بدین و همین از دیگه ها چی خواهد باشن؟ من آهنگای دارم مصطفی جان که تقریبا چند سال قبل ساختیم، کمپوزایی چون من سبکی که پیش میبرم سبک غزل است، البته چون با همین سبک بسیار خود آرام احساس میکنم و کمپوزایی که ساختیم هم تمامش در سبک غزل است که انشالله حتما گل میکنه این کمپوزا و مورد پسند همه دوستا قرار میگیره. دیگه در آینده های بسیار نزدیک بخیر به نشر میرسه انشالله. خب است. خب حالا اگه یک پارچه غزل از شما بشنویم چی دور است؟ امکان داره؟ درست است مصطفی جان، حتما. غزل چشم تو امشب اما جام مارا، غزل چشم تو امشب جام بارا، باز امشب سرم لا فی خدا می بارا، غزل چشم تو جام بارا. آسمان دلم از بخش عالی خواندین. تشکر، سلامت باشین مصطفی جان، لطف میکنین. آینده درخشان انشاءالله در انتظار شماست. بسیار تشکر که مهمان ما بودین در برنامه و زنده باشین. تشکر.
تشکر، سلامت باشین مصطفی جان قن. دیگه تشکر از این که مرا دعوت کردین به برنامه دیدنی کوتا قلفی. دیگه امید است که چند لحظه که با شما و با بینندگان عزیز تلویزیون طلوع بودیم برشان خوش گذشته باشه. دیگه روزگار خوش، زندگی خوش، اوقات خوش برای همگیشان میخوایم. سلامت باشین، تشکر. عزیزم تشکر که بیننده برنامه هستین. از ویدیوهایی که برنامه میفرستین تشکر. ما تلاش میکنیم که ویدیوها رو پخش کنیم. ویدیوها بسیار زیاد است. شما فکر نکنین که ویدیو رو روان کردیم و چیز خبر نمیشه. ما بنابر گوش میکنیم که ویدیوها رو جای بدین در برنامه در فرصت مناسب. این هم چند ویدیویی که شما فرستادین با پخش همین ویدیوها برنامه امروز ما پایان میرسه. خدا نگهدار شما. دوباره هوا خوب می شود، ای دوست حال کوچه ما خوب می شود. ویروس کرونا، کرونا نه جان بیادر، کرونا باید دستتان بشه. با آب خالی نه جان بیادر، امرای صابون که حداقل 20 ثانیه را در بر بگیره. چونگ کدی از زدی دفتن نست ددان دیگه. شرایط خو آمیز، دلتان خوش میشن، دلتان خفه. آخر هر هفته من ترکیه چکر میرفتم. اوه نو، حالا بیخی ده قوارنده خانه ایج نمیفهم که چی کنم. چرا دروغ میگی؟ اگه دروغ بگویی دوزخ میری و بچه یوره.